حضرتون خوبه، تصویر شما رو هم داریم، مشکلی نیست خدا رو شکر. من حالا یه ذره امیدوارم صدا که رو تا آخر بیشتر کنم. برنامه، آره امیدوارم تا آخر برنامه مشکل نداشته باشیم، اینترنت ضعیف نشه، یا به قول معروف اشکالات در صدا اینا پیش نیاد. توکل به خب خدا. من اگه اجازه بفرمایید شروع کنیم. خدمت شما هستم. زنده من دست شما. خواهش میکنم. به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و علاقمندانی که امشب در این تالار گفتگو شرکت کردن و شرکت خواهند کرد، و تشکر میکنم از حضورشون. خدمت شما آقای دکتر جاودان هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را برای این برنامه مهم پذیرفتید. عرض کنم که همونطور که در جریان هستید، شما و بینندگان ما در این تالار سلسله نشست هایی رو با عنوان گردشگری و توسعه روستایی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی برگزار کردند که امشب آخرین نشست و از این برنامه ها هست که در خدمت شما هستیم. بازم مناسبتش این بود که همونطور که بهتر میدونید و میدونن، روز جهانی گردشگری 27 سپتامبر، که البته در کشور ما هم الان چند سالی است که تصویب شده و ما هفته گردشگری میگیریم، به نام گردشگری و توسعه روستایی نامگذاری شده، با این هدف که بتونن در واقع بازارهای جدید گردشگری رو در نواحی روستایی ایجاد بکنن و هم کمکی بشه برای توسعه روستاها و هم تنوعی ایجاد بشه در مقاصد گردشگری و انواع گردشگری که وجود داره. با توجه به این، تصمیم بر این شد که یه سری نشست هایی داشته باشیم. 4 تا نشست با امشب برگزار میشه و در آینده هم نشست های دیگه ای به تدریج خواهد بود. ما در نشست اول در خدمت آقای دکتر محمدرضا رضوانی بودیم و راجع به خود گردشگری روستایی، انواعش و ضرورتش و نگاه ها و رویکرد هایی که به اون وجود داره و همینطور ظرفیت هایی که در جامعه روستایی ما وجود داره اشاره شد. در نشست دوم یه مقدار آسیب شناسی شد گردشگری روستایی، روندش در کشور ما، و در دیشب که نشست سوم بود بیشتر بحث بحران کرونا بود که در جامعه ما و بخصوص بحث گردشگری ایجاد کرده بود و اینکه چه کار باید بکنیم و در این فرصت چه کارهایی میشه کرد. امشب در خدمت شما هستیم با بحث سیاست‌گذاری که در واقع مسئله مهمی توسعه گردشگری هست، و همونطور که میدونید اگر ما در واقع صنعت گردشگری رو به دو دسته تقسیم بکنیم، بحث سیاست گذاری یکی عوامل زمینه ای رو در نظر بگیریم، مثلا همه فرهنگ، اقتصاد، امنیت، امکانات رفاهی، منابع جاذبه و اینا یه طرف، اینا همه لازمن اما کافی نیستن. میرسیم به عوامل سیاست گذاری. عوامل سیاست گذاری است که اگر درست تدوین بشه و درست در پیش گرفته بشه میتونه تکمیل بکنه و روند و فرایند توسعه رو گردشگری رو به درستی به پیش ببره. با این مقدمه من میخوام از شما جناب آقای دکتر جاودان که سالها در حیطه گردشگری روستایی فعالیت دارید، پژوهش میکنید، تدریس میکنید و مدیریت گروه گردشگری رو هم در دانشگاه خوارزمی بر عهده دارید، بپرسم و این بحث گفتگو رو امشب با هم دیگه پیش ببریم و برای بینندگان ما داشته باشیم، که برای شروع میخوام بپرسم با یه نگاه در واقع گذرا، ارتباط گردشگری با توسعه روستایی رو برای ما بفرمایید و در ادامه اشاره هم به ظرفیت های گردشگری روستایی ایران داشته باشید تا برسیم به بحث سیاست گذاری. در خدمتتون هست. به نام خدا، عرض درود و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیز و دوستانی که حاضر و ناظر هستند و در این گفتگو با ما سهیم میشن، به واسطه این که به هر حال تبادل نظر صورت بگیره توی این حوزه. هرچند که میدونم جناب عالی و خیلی از عزیزانی که برنامه رو دارن میبینند این حوزه دست در کار دارن و یه جورای استاد حداقل من تلقی میشن. از جناب عالی و خانه اندیشمندان علوم انسانی تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که بتونم خدمت شما باشم، و از همه دست اندرکاران این برنامه یکایکشون سپاسگزارم.
از عزیزانی که به جمع ما پیوستند، از هر کجا که هستند، به اونها هم عرض ادب دارم و تشکر میکنم از اینکه وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. امیدوارم که محصل این گفتگو تونسته باشه که قدری در واقع فصل مشترک میان دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها و ضرورت‌هایی که توی این حوزه وجود داره رو بهش برسیم. همطور که اشاره فرمودید، به هر حال گردشگری با توجه به اینکه یکی از پدیده‌های مهم جهانی در حال حاضر به شما میاد، به دلیل دامنه تاثیرگذاریش در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و همینطور سرزمینی و فضایی، هر کجا که این قابلیت وجود داره در سطح جهانی، بیش از نیم قرنه که تو این حوزه دارن سیاست گذاری میکنن، برنامه می‌نویسن، به اجرا میگذارن تا اینکه بتوانند از منافع حاصل از این صنعت در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی استفاده بکنن. قاعدتا یکی از عرصه‌ها و حوزه‌هایی که این قابلیت‌ها وجود داره در همه جای در خیلی از جای دنیا و به ویژه کشور ما، فضاها یا عرصه‌های روستایی توی کشور هست. ما می‌دانیم که صنعت گردشگری چشم‌انداز جهانیش اینه که نرخ رشد قابل توجهی داره و همواره یکی از صنایع برتره. به واسطه همین رقابتی که این صنعت و قابلیت رقابت پذیریش وجود داره، سیاست‌گذاری یک ضرورت راهبردی به شما می‌داد. از مقیاس ملی بگیری تا در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه گردشگری و مقیاس‌ها و سطوح متفاوتش. توسعه روستایی، برمیگردم سر فرمایش شما، ابتدای فرمایش شما، توسعه روستایی به عنوان یکی از حوزه‌های دانشی و فعالیتی باز هم در سطح جهانی و هم در سطح کشور ما مسبوق به سابقه است. دلیلش خیلی روشنه، چرا که روستاها در سطح سرزمین زیربنای نظام سکونت و فعالیت به شما میان و فضاهای روستایی نقش مهمی در تثبیت جمعیت و تولید محصولات غذایی، امنیت غذایی و مواد اولیه برای خیلی از حوزه های دیگر رو فراهم میکنن. پس ضرورت داره که روستاها از منظر یک واحد سکونت و فعالیت بنگریم و آنچنان که شایسته است به اینها برخورد بکنیم. سال‌هاست که اندیشمندان توسعه روستایی که جناب علی یکی از این اندیشمندان هستن و من در این جایگاه درس پس میدم خدمت شما، دارن تلاش میکنن که بتوانن در سطح جهانی و در سطح ملی الگوهای قابل در واقع اثر بخشی رو پیدا بکنن که بتوانن نقش و اثر بخشی و جایگاه روستاها در فرایند توسعه ملی به شکل بهینه بپردازن، که خب این در واقع راهیافته و الگوها کم نیستن. گردشگری میتونه در واقع در کنار توسعه روستایی ظرفیت جدید رو ایجاد بکنه که بتواند به عنوان یک حلقه مکمل برای تنوع سازی معاش جوامع روستایی در اصل کار قرار بگیره. پس بگم من خیلی مختصر، فصل مشترکی که میتونه بین توسعه روستایی و گردشگری روستایی وجود داشته باشه اینه که میتونن لازم ملزوم همدیگه باشن و ما از گردشگری به عنوان یک در واقع ابزار یا استراتژی مکمل برای تنوع سازی معاش روستایی استفاده می‌کنیم. خب از این منظر حتما در جلساتی که تو الان داشتید در مورد گردشگری روستایی بحث شده، ولی پیرو فرمایش شما هم روی 3-4 نکته تاکید می‌کنم، چرا که گردشگری روستایی مسبوق به سابقه است، یعنی جزء در واقع اولین حوزه‌ای هست که در دانش و صنعت گردشگری بهش توجه شده و از قرن 19 تقریبا شروع شده در واقع حضور در فضاهای روستایی با فعالیت‌های تفرج و هدف‌ها و انگیزه‌های دیگه، ولی می‌بینیم که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته. دلایلش خیلی متعدده، من روی چند تا تمرکز می‌کنم. اول اینکه از ابتدای دهه 80 که بحث توسعه پایدار مطرح میشه و در مقابل مستوریزه ما روی آلترناتیو توریزم یا گردشگری جایگزین تمرکز میکنیم، گردشگری روستایی یکی از جمله اشکال گردشگری جایگزینه که قرار هست در واقع کسب تجربه، لذت بردن از سفر، کسب تجربه، رفتار مسئولانه، احترام به ارزش‌های جامعه محلی و حفاظت از میراث طبیعی در کانون توجه تصمیم سازان، برنامه‌ریزان و حتی گردشگران قرار بگیره.
جدای از اون اگر میخوایم به ارتباطش نگاه کنیم با توسعه روستایی، یه گریزی زدم. یکی از مهمترین دلایلش اینه که اشاره هم شد روستاها در واقع بستر سکونت و فعالیت هستن. در نظام سلسله مراتبی مخصصها در سطح سرزمین هم روستاها قاعده این نظام هستن، یعنی متناسب با سطح جذابیت و محصولاتی که ما میتوانیم داشته باشیم در سطح محلی، در سطح منطقه‌ای، در سطح ملی و در سطح بین‌المللی و به تبع اون بازار توسعه گردشگری داشته باشیم، روستاها این قاعده این نظام را سلسله مراتب شما می‌دهند. خب اگر قرار هست ما به شکل متعادل و متوازن نگاه بکنیم در گستره سرزمین و از همه ظرفیت‌ها هر اون چیزی که هست در حوزه گردشگری نگاه بکنیم، پس روستاها میتونن در واقع یک کانون اصلی و بنیادی تلقی بشن. از طرف دیگه میبینیم که گردشگری در حوزه‌ها و اشکال متفاوتی میتونه اتفاق بیفته که بخشی از این اشکال فارغ از گردشگری تفریحی، اونهایی که در حوزه گردشگری جایگزین قرار میگیرن مثل گردشگری مبتنی بر طبیعت، اشکالی که هست و از جمله در حوزه گردشگری روستایی، خیلی نیازمند به تأسیسات و خدمات و فعالیت پیشرفته نیستن، چون کسی که با این هدف انگیزه به این فضاها سفر میکنه میدونه که تقریبا چه چیزهایی وجود داره و از طرف آنچه که براش مهمه اون اصالت به یک بودن و طبیعی بودن فضا، خدمات و فعالیت و غیره هست. پس از این منظر هم روستاها میتونن اگر ظرفیتی دارن در مسیر توسعه و رشد لحاظ گردشگری قرار بگیرن. همطور که اشاره شد گردشگری میتونه به عنوان یک در واقع ابزار و استراتژی برای تنوع سازی معاش جامعه محلی در کانون توجه قرار بگیره، چون میدونیم گردشگری اساساً یک فعالیت فصلی به شمار میاد. نمیخوایم بگیم که این عیب، در حالی که این خصلت و سرشت ذاتی گردشگری در خیلی جاها هست. حالا بگذاریم داخل پرانتز این که ما میتوانیم سیاست‌هایی داشته باشیم که از همه ظرفیت‌ها به شکل توضیح شده در طول سال استفاده بکنیم، ولی عملاً یه فعالیت فصلی تلقی میشه بیشتر در فضای روستایی. پس عملا میتونه یک استراتژی کمکی و تکمیلی به شما بیاد و کمک بکنه به بهبود معاش، کیفیت زندگی، رفع فقر و غیره. از طرف دیگه اگر که از این ظرفیت استفاده بشه در روست، در بخشای از فضاهای روستایی که در یک وضعیت گذاری قرار گرفتن که عملا کجای در واقع این سیستم فعالیت و سیستم فعالیت اجتماعی و اقتصادی سرزمین هستن، وقتی که در واقع بازاری شکل بگیره که این بازار مجموعی از منافع رو در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اقتصادی برای اونها به همراه داره، کمک میکنه به تقویت در واقع میراث محلی، تعلق خاطر اجتماعی و محلی، همکاری جمعی، تثبیت جمعیت و حتی بازتوزیع جمعیت. پس چند دلیل مهم وجود داره که ما بگیم که ارتباط تنگاتنگی بین توسعه روستایی و گردشگری روستایی میتونه وجود داشته باشه. بله، تعریف میدونیم زیاده و قبلا هم صحبت شده، من فقط برای که یه خط فکری پدیدار بشه میتونیم بگیم که گردشگری روستایی مبتنی بر اشکال سفر به مقصدهای روستایی با هدفهای مختلف، گذران اوقات فراغت، تفرج در طبیعت باز، آرامش، تجدید روحیه و تجارب زیست جدید زیسته یا زندگی کردن با مردم محلی، که خب قاعدتاً وقتی که چنین انگیزه و هدفی پشتش هست ما میتونیم مجموعه از اشکال، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها رو در فضای روستایی کشور و خیلی از جای دیگه بهش برسیم. فهمش که داشتید خب چه ظرفیت‌هایی وجود داره در فضای روستایی. بله. بخش زیادی از روستاهای ما دارای سابقه تمدنی و سکونت و فعالیت هم کم نیستن. روستاهای شاخص، روستاهای ابیانه و خیلی روستاهای دیگه شاید سابقه و سنت سکونتی و تمدنیشون به ده ها قرن پیش برگرده. پس ما مجموعه از عناصر ملموس و غیر ملموس فرهنگی، میراث طبیعی، زیستی، در واقع اشکال گردشگری مبتنی بر کشاورزی و مزرعه، حتی بحث اسلوتوریزم که الان مطرح است، گردشگری کم شتابی آهسته، بخشی از این ظرفیت‌ها اساسا در فضاهای روستایی ما وجود دارن که هنوز اون اصالت و بکر بودن خودشون رو در خیلی از عرصه‌ها حفظ کردن. ما مجموعه از رویدادهای روستایی رو داریم در خیلی از فضاهای روستایی که این رویدادها در بخش‌های فرهنگی، کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی و غیره
وجود دارن و میتونن از اینها استفاده برداشتی حتی دینی و معنوی که خب میدونیم کم نیستن به دلیل ارتباط تنگاتنگ فضاهای روستایی با محیط توپوگرافیک که خب این توپوگرافیک متأثر از شرایط اقلیمی و سرزمینی ما کوهستانی و کوهپایه‌ای و دشتی و بیابانی و کویری و ساحلی و غیره هستند ما می توانیم در برخی از این فضاها گردشگری های ماجراجویانه و ورزشی رو حتی داشته باشیم خب فضاهای روستایی به دلیل همون سابقه تمدنی و سکونتشون اشکال متنوعی از گردشگری غذا و نوشیدنی محلی رو دارن که گاسترونومی یا گردشگری غذا یکی از روندهای جهانی و حوزه‌های مهم برای توسعه گردشگری به شما میاد من بخشی از اشکال طبیعت‌گردی رو اشاره کردم شما هم از جنگل نوردی کویر نوردی کوهپیمایی و صخره نوردی که از اطلاعات خوده بله دست زیادی در کار دارید جوتوریسم اکوتوریسم و خیلی چیزای دیگه و حتی اشکال گردشگری سلامت حالا نه پزشکیش ولی توی تندرستیش و آب درمانی و اسپاها فضاهای روستایی این ظرفیت و قابلیت رو جای مختلف کشور داره حالا شما به این بخش به سواحل و دریاها اگر که اضافه بکنید خب باحتن تو حوزه گردشگری و تفرجات مبتنی بر آب هم بخش از فضاهای روستایی ما تو کشور درگیره پس عملا می‌بینیم که ما در فضاهای روستایی موزاییکی از ظرفیت‌ها رو داریم و این موزاییکی از ظرفیت‌ها تقریبا در همه استان‌های کشور هم وجود داره حالا که این ظرفیت‌ها هست و میتونه کمک بکنه به تنوع‌سازی منابع معاش روستایی چرا که به طور شایسته بایسته از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم خب قاعدتاً حالا این سوال پیش میاد که اگر که ما مدعیم به طور شایسته باید استفاده نشده اگر قرار هست استفاده بکنیم چیکار باید کرد کجا باید شروع کرد که باز میتونیم برگردیم به سوالی که داشتید و ضرورتی که به یه ترتیبی از حوزه سیاست گذاری وارد موضوع شدید که خب عنوان این جلسه هم هست پس میتونه نقطه شروع ما در واقع همین مقوله سیاست گذاری در حوزه گردشگری و سیاست گذاری در حوزه گردشگری روستایی باشه. بله. اگر که اجازه بدید من بخشم رو وارد این حوزه. بله دقیقا. اگر منتظریم بشنویم. موردی دارید بفرمایید که من تکمیل بکنم. نه خیلی عالی در واقع طرح مسئله قشنگی داشتید و وارد بحث سیاست گذاری شدیم هم اهمیتش رو بفرمایید هم اینکه اساساً سیاست گذاری به چه معنی هست. هم در معنی عام سیاست‌گذاری عمومی داریم ما و هم سیاست‌گذاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف و خصوصا سیاست‌گذاری گردشگری و گردشگری روستایی به ترتیب در خدمتتون هستیم. بله، چشمید. من قبل از اینکه وارد حوزه سیاست‌گذاری بشم به یک دو تا نکته دیگه هم اشاره کنم بعد وارد اون حوزه بشم. ما نگرش‌هامون نسبت به توسعه گردشگری روستایی هم می‌تونه متفاوت باشه. حالا من تو حوزه گردش سیاست گذاری گریزی میزنم ولی چون از گردشگری روستایی صحبت کردم این فصل خطاب من باشه ما میتونیم به گردشگری روستایی رو به عنوان یک استراتژی نگاه بکنیم یه استراتژی در واقع قطعی و جایگزین میتونیم گردشگری روستایی به عنوان یک سیاست برای بازسازی و بهسازی در واقع اقتصاد روستایی در نظر بگیریم گردشگری روستایی رو میتونیم به عنوان یک ابزاری برای توسعه پایدار فضاها و عرصه‌های روستایی تلقی بکنیم. یه دیدگاه ترکیبی هم وجود داره که میتونه شامل همه اینها باشه. خب اینم مهمه که ما در سطح کشور به لحاظ مبانی اندیشه‌ای گردشگری روستایی چگونه می‌خوایم بنگریم. این لازمش اینه که پس به گمان من در سطح در واقع هم تفکر توسعه هم در حوزه نظریه برنامه‌ریزی است هم تئوری پلنینگ هم در حوزه نظریه در برنامه‌ریزی که میشه تئوری پلنینگ به صورت یک پارچه و سیستماتیک در واقع این عرصه‌های تفکر رو با هم مشق بکنیم تا بتوانیم در واقع یک مبانی اندیشه سازگار و سازمان یافته رو برای توسعه گردشگری در پیش بگیریم اون چیزی که مهمه در چارچوب در واقع پارادایم جدید که در حوزه علوم مختلف ویژه گردشگری بهش ترجمه میشه که بحث توسعه پایدار هست و شرایطی که فضای روستایی توی کشور ما داره و صحبت شد به گمان من گردشگری میتونه به عنوان یک در واقع راهبرد نه جایگزین و قطعی
بلکه میتونه اونان یک راهبرد مکمل و ابزاری برای توسعه پایدار روستایی تلقی بشه. پس عملا گردشگری میتونه یک حوزه فعالیتی جدید برای بهره‌گیری بیشتر از بهتر از منابعی که در اختیار هست، به عنوان یک حوزه اقتصادی که میتونه کمک بکنه به بهبود درآمد، به عنوان یک حوزه اجتماعی اقتصادی میتونه کمک کنه به بهبود کیفیت زندگی و توسعه فرصت‌های شغلی و غیره نگاه کنیم. خب حالا اگر میخوایم تو این حوزه ورود پیدا بکنیم، به طور ذاتی توسعه گردشگری خودش با چالش‌های مواجه است. یعنی ما هر کجا که میخوایم وارد مقوله توسعه گردشگری روستایی بشیم، چالش‌ها رو به صورت پیش‌فرض همگان تو ذهنمون داریم. این که ما چگونه میتونیم پیوندهای اقتصادی با سایر فعالیت‌های موجود توی روستا رو برقرار بکنیم، هم در مقیاس خود روستا و هم میان روستا و بخش‌های دیگر. حالا من شمایی که حالا جغرافیا خوان و جغرافیدان هستیم، حالا من که همچنان جغرافیا خوان هستم، به در واقع ابعاد و پیامدهای مکانی فضایی فعالیت‌ها توی سرزمین و فضا نگاه می‌کنیم، این پیوندهای مکانی و فضایی میان یک روستایی که بنان دیستینیشن و مقصد تلقی میشه با روستاهای دیگه و شهرهای دیگه چگونه باید برقرار بشه. این همواره یه چالشه. توضیح برابر فرصت ها میان سرمایه گذاران، کارآفرینان، شاغلین و همه اقشار و زینفان در روستا. ما الان آنچه که از گردشگری روستایی یاد میکنیم، به گمان من بخش زیادی از اینها کارآفرینان فردی هستن که در روستاها دارن تو حوزه گردشگری و خدمات وابسته اون فعالیت میکنن. به گمان من ما همچنان جریانی به اسم و فرایندی به اسم گردشگری روستایی نداریم، یا اگر داریم خیلی جزئی و پراکنده است که حالا اگر فرصت شد صحبت میکنه. مقوله بعدی دامنه همکاری و مشارکت هست که فرایند توسعه محلی برای گردشگری روستایی. آگاهی و آموزش و مهارت که همواره چالش کلیدی است که سرآغاز ماست اساسا برای توسعه گردشگری روستایی. نوسانات اقتصادی و قیمتی و تقاضای فصلی و تورم‌های سالانه‌ای که میتونه وجود داشته باشه، خود این چالش برانگیزه و بوروکراسی گسترده‌ای که اساساً با سرشت پراکنده و خرد و کوچک جامعه روستایی ما خیلی قرین و نزدیک نیست و دردسرهای زیادی برای توسعه تو این بخش همواره وجود داره و باش مواجه هستیم. خطر بورس‌بازی زمین در فضای روستایی که باز از اونجا که شما آشنایی بیشتری با چنین روستاهایی دارید که همواره همونقدر که این ظرفیت گردشگری درش وجود دیده میشه، تبدیل به عرصه ها و فضاهایی برای خانه های دوم میشن و بورس‌بازی زمین در اونها شدت میگیره، عملا خود نفس موضوع رو زیر سوال میبره. و خب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که خب به هر حال یکی از حوزه های مهم در توسعه صنعت گردشگریه که در شرایط بحرانی که تازه حدید اومده با بحران کرونا، میبینیم که این بخش داره پررنگ‌تر میشه و به هر حال تعیین کننده تر. پس اینا بخش از چالش هایی که به صورت محفوظ ما با در حوزه گردشگری روستایی باش مواجه هستیم. بسیار عالی. اما در حوزه سیاست گذاری اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینکه چرا اساسا وارد مقوله سیاست گذاری میشیم، خود جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان بهتر از من میدونن که خب قاعدتاً سیاست‌گذاری در همه جای دنیا در حوزه یا قلمرو دولت‌ها و حاکمیت‌ها هست، چون اونها هم که میخوان منافع همه ذینفعانی که گاهن با هم متناقضند برآورده بکنن حسب موضوعات یا چالش‌های و دغدغه‌های کلیدی که در سطح جامعه به صورت کلی باش مواجه هستن. پس عملاً این که ما همواره در عرصه سیاست گذاری مواجه با این هستیم که در حوزه که مسئله و دغدغه داریم، ذینفعان و نقش‌آفرینان متعددند. نیازها و تقاضاهاشون گسترده است و منابعی که داریم همواره محدودند. چشم‌اندازهای هر کدوم از این ذینفعان برای توسعه و منافعی که میخوان کسب کنن متعدده. حوزه وسیع همواره در هنگامی که مداخله میخوایم بکنیم در یک حوزه فعالیتی یا سرزمینی و منطقه و محلی، این حوزه ها در آن واحد حوزه های وسیعی هستند و همپوشی و همپوشانی و همکاری و هماهنگی و یک پارچگی میان اینها معمولا دشواره. در زمانی که با چنین تضادهایی مواجه میشیم، ضرورت سیاست گذاری مطرح میشه
و سیاست گذاری همینطور که بهتر از من میدونید یک حوزه عمومی هست و دانش عمومی سیاست گذاری وجود داره که در چارچوب این حوزه عمومی دانش سیاست گذاری قاعدتا بروز داده میشه در بخش ها و فعالیت های مختلف دولت ها و حاکمیت ها هست به ضرورت وارد مقوله سیاست گذاری در بخش مختلف از جمله در حوزه گردشگری میشن. خب در از منظر سیاست گذاری عمومی سیاست ها مجموعه فعالیت هایی هستند که دولت ها و حاکمیت ها در گذر زمان و به ازای مکان و سرزمینشون در پیش میگیرند. در بخش مختلف هم میتونن تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی آحاد شهروندان و خب واقعا پس این سیاست ها به عمد نگاشته میشن چون میخوان این تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم رو به شکل هدفمند از خودشون به جا بذارن. تعریف این حوزه خیلی زیاده، شاید خیلی لزومی هم نداشته باشه تو این جلسه بهش بپردازیم، ولی فکر میکنم در این حالت کلی بپذیریم که خب سیاست ها در واقع عرصه های عمومی هستن که دولت ها ورود پیدا میکنن که به صورت هدفدار بتونن روی زندگی و فعالیت همه زین افعان تاثیر بگذارن. اما در حوزه گردشگری که مقوله جدیدتر ما هست، به نظر میاد که اساسا سیاست گذاری کار دشوارتریه به چند دلیل مهم. یکی این که صنعت گردشگری خودش صنعت نسبتا نوپایی هست نسبت به سایر صنایع، ماهیت بین دیسیپلینی و بین بخشی داره، درگیر با دو تا جامعه مهم، یک جامعه محلی از بعد عرضه که خب میتونه روی اون تاثیرگذاری زیاد داشته باشه و بخشش خارج از کنترل اون به عنوان تقاضا، از طرف دیگه خب ظرفیت هایی که وجود داره به همین ترتیب، ظرفیت های طبیعی، ظرفیت های اجتماعی، ظرفیت های اقتصادی و مقیاس عمل کردی این جاذبه ها در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که هر کدوم به ساختار تسهیلات و فعالیت های خاص خودش رو می‌طلبه و پویای رقابت پذیری که تو این حوزه بر اساس نوع محصول، خدمات، کیفیت خدمات و قیمت رقابتی در جای مختلف دنیا عرضه میشه. اینا در مجموع خود سیاست گذاری در گردشگری با چالش های زیادی مواجه. اما در حوزه گردشگری سیاست ها مجموعه از قوانین و مقررات، رویه ها، دستورالعمل ها، اهداف و استراتژی هایی هستند که چارچوبی رو برای تصمیم سازی ها در سطح دولت ها و حاکمیت ها فراهم میکنن به طوری که فعالیت های ذی‌نفعان از فعالیت های روزانه بگیره تا فعالیت های بلند مدت در این چارچوب و فضای سیاست ها مشخص و روشن میشه. و پس فعالیت مهمی میتونه تلقی بشه، یعنی هر ذی‌نفع در سطح فردی، در سطح سازمانی و در سطح سیستم یا کلیت اجتماع در سایه وجود سیاست ها تکلیف خودش رو میدونه که از همین الان تا یک افق دراز مدت در حوزه گردشگری چه کاری میتواند انجام بده و چه کاری رو در واقع نمیتواند. از طرف دیگه ما یه فرضی داریم، فرض اینه که سیاست گذاری در حوزه گردشگری یه فرایند چرخه‌ایه. اینگونه نیست که اگر ما یه سیاست مقطعی داشته باشیم دیگه تموم میشه میره و همه چی اوکیه، بلکه به دلیل پویایی صنعت گردشگری و محیط به شدت رقابت پذیری که داره ما همواره باید منحصر به فرد باشیم، همواره باید در واقع محصول و خدمات متمایز و متفاوتی داشته باشیم. پس میطلبه که متأثر از پویایی در بازار تقاضا و نیازهای بازار و از طرفی شرایط درونی خودمون همواره سیاست‌ها به صورت مستمر ادامه داشته باشن. حالا شاید این سوال مطرح بشه که اصلا چرا دولت‌ها وارد حوزه سیاست‌گذاری در گردشگری میشن؟ بله دقیقاً شاید... خوب شد اشاره کردید. عذرخواهی می‌کنم که نهایتاً می‌خواستم خلاصه کنم بگم سیاست‌گذاری خودشو در قالب قوانین و ضوابط و مقررات اینا خودشو نشون میده و اساسا هم کار دولت هاست. حالا اینکه دولت چقدر بخواد جامعه و نهادهای مدنی جامعه رو در کار سیاست گذاری دخالت بده، این برمیگرده به رویکرد دولت ها و شیوه های به اصطلاح حکومت داری که داریم. سوال همینطور که فرمودید، حالا چرا حالا سیاست گذاری، چه اساسا چه ضرورتی داریم براش و چگونه باید بهش برسیم؟ بفرمایید. نکته مهم یه این که چرا حالا پس دولت ها وارد عرصه سیاست گذاری میشن، سه چهار تا واژه کلیدی وجود داره.
چرایی ورود دولت در عرصه سیاست گذاری برمیگرده به این که حالا لابلای صحبت و عرایز من بود، برمیگرده به این که خب دولت ها میخوان منافع عموم مردم رو لحاظ کنن، در حوزه گردشگری میخوان منافع عموم ذینفعانی که خودشون هستن، حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و بازار و نهادهای امپیو مدنی و خود مردم، اینا مجموعه ذینفعان در حوزه گردشگری هست. خب یکی از در بعد چراییش قرار هست که منافع همه ذینفعان لحاظ بشه، بنابراین پس دولت ها میخوان ثبات سیاسی برقرار کنن، امنیت لازم رو برای پیشبرد اهداف صنعت گردشگری فراهم بکنن که میدونیم که موضوع صنعت گردشگری خیلی حساسه و باید حتما در کانون توجه قرار بگیره، میخوان که چارچوب های قانونی، ابزارهای مالی، سیاست های تشویقی و حمایتی لازم رو تو این حوزه فراهم بکنن. پس بخشش برمیگرده به این سوالی که چرایی پاسخش مواردی بود که خدمتتون عرض کردم. اینکه چه کسانی رو باید درگیر کرد؟ خب اینکه کسانی که به یه ترتیبی میتونن نقش آفرین و اثر بخش توی این فرایند باشن. از اونجا که بحث ما جامعه محلی و روستایی هست، خب قاعدتا ما از همون پایین که شروع کنیم، خود لوکال کامیونیتی و جامعه محلی کانون این بخشن. قانون این بحثن و بعد نهادهایی که در نهادها و تشکلهایی که وجود دارن، سازمانهایی که برای حمایت از اینها وارد عرصه میشن، سازمانهای غیر دولتی یا سازمانهای عمومی، سازمانهای رسمی که میخوان این فرایند رو مدیریت و نظارت بکنن و نهایتاً در چارچوب حاکمیت یا دولت که قرار هست کشور رو در همه حوزه‌ها و جمله در حوزه گردشگری اداره بکنه. سوال بعدی اینه که چگونه قرار هست سیاست گذاری شکل بگیره و مدیریت بشه. این یه سوال خیلی خیلی جدیه، بخشی از چالش هایی که ما باش مواجه هستیم چگونگی در واقع راهبری سیاست هاست. در جایی که در واقع صنعت گردشگری در هر شکلش تکامل پیدا کرده یه صنعت پیشرفته تلقی میشه، حالا عرض کردم در هر حوزه و در هر شکلی شلات گردشگری روستایی، گردشگری تفریحی، فرهنگی، تاریخی، رویداد، هر آنچه که هست، اونها یاد گرفتن و اندیشیدن که در واقع یک سامانه و سیستم درستی از مدیریت مقصد رو داشته باشن، به ترتیبی که جایگاه همه ذینفعان برای درگیری، برای همکاری، برای هماهنگی، برای مشارکت و برای همافزایی تعریف شده باشه. حالا شاید فرصتی باشه که در این حوزه من قدری بیشتر صحبت کنم، ولی برای که به حوزه دیگه برسم بله. از این سوالای کلیدی چرا دولت ها دخالت بله. میکنن یکی آخر بپردازم که به چی میخوام برسم. اصلا سیاست گذاری گردشگری که اتفاق میفته یا قرار هست در اصول کار قرار بگیره، دولت ها از قبل پیگیری سیاست ها به چی میخوام برسم، نتایج چی؟ نتایج برمیگرده به اهمیت و ضرورتی که صنعت گردشگری در سطح جهانی و ملی داره و همه میدونید. سوالی دارید؟ نه، بخواستم بگم همین کافیه. یعنی فکر میکنم اینکه اساسا چرا دولت ها میپرزن تا حدودی مشخصه و اینکه اصلا وظیفه دولت هاست. اصلا دولت ها ایجاد میشن، شکل میکشن در واقع این نمایندگی از مردم که بتونن مدیریت کنن جامعه و امور رو پیش ببرن. پس بنابراین میتونیم بگیم ذاتاً وظیفه اونا هست و باید به بهترین شکل این وظیفه رو انجام بدن و پیش برن. ما چون بحثای زیادی هم هست، من فکر می‌کنم که به همین قد برای پاسخ این سوال اکتفا کنیم و به مباحث دیگر هم بپردازیم. بهتر نیست؟ بله حتما بکنم. بله بله. خیلی ممنون. نکته بعدی اینه که در حوزه سیاست گذاری ما با مجموعی از نیروهای تاثیرگذار مواجه هستیم در عرصه سیاست گذاری. این نیروها بخشش بین‌المللی هستند، بخششون ملی هستند. میتونن هم پیشبرنده تلقی بشن هم بازدارنده تلقی بشن. مثلا در حوزه سیاست گذاری گردشگری، سازمان جهانی گردشگری که متولی در واقع سیاست گذاری گردشگری در سطح جهانی هست، متأثر سیاست‌هایی که به صورت مقطعی و دوره‌ای و حتی سالانه داره. مثلا این سال خوب شعارش گردشگری و توسعه روستایی هست. پس نشون میده که جهت سیاست رو توی این سال باید تمرکز پیدا بکنه بر حوزه در واقع توسعه گردشگری روستایی. سازمان‌های ملی و سازمان‌های محلی در واقع مجموعه از نیروهایی هستن که میتونن تو عرصه سیاست گذاری عملا تاثیرگذار باشن. من با اجازهتون یه حوزه رو مطرح کنم که خیلی خوب، حالا اگه قرار سیاست گذاری اتفاق بیفته،
یه سیاست گذاری مطلوب شامل یا بهینه شامل چه مرزیت معیارها و سیاست گذاری ها معیارهایی باید باشه که وقتی که این معیارها وجود داشته باشه ما میتونیم اون سیاست رو به لحاظ منظر علمی در معرض ارزیابی و نقد قرار بدیم. شاید بخشی از چالشایی که ما باش مواجه میشیم اینه که عملا این معیارهای مطلوبیت سیاست گذاری رو چه به شکل عامش در همه بخش ها و چه به شکل خاصش در حوزه گردشگری کمتر بهش توجه میکنیم. اگر که موافق باشید وارد این حوزه بشیم، من میخوام به دو سطح از این معیارها و کرایتریا اشاره بکنم. یکی معیارهای عمومی سیاست گذاری میتونیم یاد بکنیم که خب باید هر سیاستی که تبدیل میشه به طور عام باید این معیارهای عمومی رو در درون خود، در روح و کالبد خودش همراه داشته باشه. یکی مبانی علمی یا اندیشه‌ای هست، مبانی علمی و اندیشه‌ای تاثیرگذار در نظام و پروسه سیاست گذاری. خب ما به طور عام در حوزه نظریه برنامه‌ریزی که تاثیر خودش رو در سیستم برنامه‌ریزی هم خواهد گذاشت، باید بپذیریم که در کدام حوزه اندیشه‌ای می‌خوایم در واقع تأمل و تمرکز بکنیم برای توسعه گردشگری و گردشگری. خب ما میدونیم که اون حوزه اندیشه‌ای که متأخره و خیلی ها دارن بهش توسل و توکل میکنن توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری و حتی توسعه پایدار روستایی هست. خب پس اگر مبانی اندیشه ما چه در حوزه نظریه برنامه‌ریزی چه در حوزه نظریه در برنامه‌ریزی مبتنی بر اصول و ارکان توسعه پایدار هست، باید در همه اجزای سیاست‌گذاری حضور داشته باشه. نکته بعدی آینده نگری هست. آینده نگری به این معناست که ما الان کجا هستیم و به کجا می‌خوایم بریم و این مسیر باید چگونه طی بشه. یک پارچگی اجزای سیستم و در واقع عناصر سیاست گذاری هست. جامعه نگری هست. آیا ما سیاستی که در حوزه گردشگری می‌خوایم تدوین بکنیم همه عناصر ابعاد سیستم و توسعه گردشگری و گردشگری روستایی رو می‌خواد می‌تونه لحاظ بکنه یا باید لحاظ بکنه؟ امکان پذیری هست. ممکنه ما خیلی وقتا حرفای خیلی خوب بزنیم در چارچوب سیاست، ولی اینکه تا چقدر اونها قابل پیاده شدن هستند کمتر شاید بهش توجه بکنیم. ارتباط با همه زینفان و نقش آفرین. یه سیاستی میتونه خوب باشه که در حد و قواره همه زینفان نگاشته بشه و تدوین بشه. پس این لازمش اینه که از پایین به بالا هم در تدوین سیاست ها زینفانی که در صحنه عمل صنعت گردشگری حضور دارند عملا توی وادی سیاست ها هم ورود پیدا بکنند. درس گرفتن از فرآیندها و نتایج گذشته. ما خیلی وقتا یادمون میره که به صورت مقطعی و دوره‌ای ارزیابی بکنیم آنچه که داشتیم و آنچه که داشت رسیدیم، شکاف ها، گپ ها و ضعف ها رو ببینیم و در سیاست های جدید پوشش بدیم و پویایی و انعطاف پذیری که به دلیل اینکه اساسا خود صنعت گردشگری بخش پویاست، یعنی اگر شرایط درونی و محیط رو ایستا ببینیم در صورتی که محیط دورتر ما خیلی متغیر و پویاست، عملا ما به سمت سیاست خوب حرکت نکردیم. و معیار بعدی در واقع خود ارزشیابی یا ارزشیابی سیاست ها. خب اینها مجموعه از معیارهایی هستند که ما در حوزه سیاست گذاری عمومی باید بهش توجه بکنیم. در کنار اینها وقتی که وارد مقوله گردشگری میشیم باز با مجموعه از معیارها مواجه میشیم. اینکه سیاست تا چقدر به مقوله کیفیت محصول نگاه میکنه، تا چقدر قابلیت دسترسی بازار گردشگری رو در سطوح مختلف میبینه، تا چقدر منابع و سرمایه های انسانی قرار هست نگاه میکنه، سیستم مدیریت مقصد رو چجوری قرار هست ببینه، رقابت پذیری رو، یک پارچگی میان اجزای سیستمی گردشگری رو، تجربه و رضایت از در واقع سفر و گردش رو، چون خیلی مهمه ما اگه قرار هست همواره بازار داشته باشیم و بازار پایداری در حوزه گردشگری و گردشگری روستایی، این تجربه و رضایت از سفر تعیین کننده است. و نکته دیگه که توی سیاست گذاری گردشگری کمتر بهش توجه شده در سطح حتی جهانی و به ویژه ملی، در واقع الگوی توسعه فضایی
که گردشگری قرار هست کجا اتفاق بیفته و کجا توسعه پیدا بکنه و چگونه باید این ظرفیت‌های پراکنده در یک نظام بسامانی یه آرایش و چیدمان منطقی بگیرن، به ترتیبی که این ظرفیت‌ها و محصولات و مقصدها همدیگر رو تکمیل بکنن. وقتی تکمیل کردن، ما سطوح مرتبه بندی شده ای از محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی رو که در کنار هم داریم. این دوتا مجموعه معیار رو که با هم ترکیب بکنیم، قاعدتاً با سیاست گذاری گردشگری به ویژه در حوزه روستایی چهار راه مختلف رو کنار هم قرار بده و دلش فصل مشترک به دست بیاره. از بگمان من این چهار راه مختلف میتونه یکیش سیستم مدیریت مقصد و راهبری صنعت گردشگری به طور کلی در سطح ملی و در فضاهای روستایی باشه. ما میدونیم که هر چقدر از سطح کلان به سطح خرد و روستاها نزدیک میشیم، بهتر از من استدلال دارید و از مسئله شما یاد گرفتیم، اینه که وقتی به عرصه روستاها ورود پیدا میکنیم، به خاطر اینکه سیستم تصمیم سازی و تخصیص منابع کشور ما به شکل متمرکز و بخشی عمل میکنه، وقتی که به روستا میرسیم این چالش ها و فراز و فرود های بخشی و بین بخشی رو به عینه میبینیم. یعنی نمیشه راحت اونها رو در مدیریت روستا جمع کرد. اگر که حضور ذهن داشته باشید، تو برنامه سوم و چهارم یکی از سیاست هایی که تدوین شده بود این بود که ما در واقع بیام یک نظام یک پارچه از راهبری توسعه روستایی رو توی کشور تدوین بکنیم، ولی هنوزم محقق نشده. این دغدغه و چالش در حوزه گردشگری روستایی هم هست. یعنی در حال حاضر میبینید که وزارت میراث و میراث فرهنگی گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن، وزارت جهاد کشاورزی دستگاهی هستن که به طور شاخص در حوزه روستایی فعالیت میکنن، مأموریت دارن و فعالیت هم. پس بگم من همونطور که اشاره کردم، این مجموعه معیارها رو کنار هم قرار میدیم. یک حوزه مشخص سیستم مدیریت مقصده. حوزه مشخص بعدی یا راه بعدی توسعه محصول گردشگری هست که ما قرار هست از بعد عرضه متناسب با ظرفیت ها، ولی در کنار اون با توجه به نیازهای بازار، چه محصولی رو در فضای روستایی باید در اولویت قرار بدیم، کدام یک از محصولات میتونن تو اولویت باشن و همدیگر رو تکمیل بکنن، نه اینکه محصولات تکراری به شما بیان و به مرور زمان بازار خودشون رو از دست بدن. راه بعدی توسعه بازار گردشگری. در واقع ما اگر به محصول گردشگری روستایی میرسیم، بازارش کجاست؟ آیا بازار محلی، آیا بازار ملی هست، آیا بازار بین‌المللی هست؟ این باید سیاست گذاری ما تو این حوزه پاسخ روشنی داشته باشه. و در نهایت اشاره کردم گردشگری روستایی کجای سرزمین باید اتفاق بیفته. این کجایی به معنای دیگه در ذهن ما متبادر میکنه که باید یک الگوی مشخص و تعریف شده ای از توسعه گردشگری داشته باشیم. الگویی که علاوه بر این که فصل مشترک ظرفیت روستایی رو میخواد در درون خودش لحاظ بکنه، به تنوعات و تباینات هم بیاندیشه. ما نمیتونیم حتی در گردشگری یک الگوی واحد داشته باشیم. بسیار عالی. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات مفصل و دقیقتون. برای که ما در وقت صرفه‌جویی کنیم، میخوام بپرسم مهمترین نکاتی که در برنامه‌های توسعه کشور، مشخصا برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور، حداقل بگیم بعد از انقلاب ما در زمینه گردشگری و سیاست‌های گردشگری داشتیم، اگر امکان داره نکات قوتشو بر ما خیلی خلاصه بفرمایید. همه ما میدونیم که فعالیت برنامه‌ریزی تو کشور ما مسوق به سابقه است. خوشبختانه ما از کشورهایی هستیم که این حوزه سابقه خیلی خوبی داریم. نزدیک 70-80 سال از 1327 ما به شکل سازمان یافته برنامه‌های توسعه رو تو کشور داریم که خب قاعدتاً بعد از انقلاب این برنامه‌ها متأثر از شرایط و دانش روز تکامل یافتن و حوزه‌های وسیع‌تری رو شامل شد. در حوزه گردشگری به طور مشخص از دهه 40 و 50 در چارچوب برنامه عمرانی بهش توجه شد. بعد از انقلاب برنامه اول دوم خیلی به طور روشن و مشخص به مقوله گردشگری نپرداختند. بحثایی از حفظ میراث فرهنگی و توجه به فرصت‌هایی که برای کسب ارز از این صنعت
وجود داره تقریبا مطرح شد، ولی به طور مشخص و آشکار از برنامه چهارم به این طرف هست که قدری سازمان یافته تر به مقوله توسعه گردشگری توجه شده. به طور ویژه در برنامه چهارم ما مواد قانونی داریم که به گردشگری روستایی پرداخته. ما توی برنامه چهارم می‌بینیم که بحث روستاهای هدف گردشگری مطرح میشه، حدود 300 یا 370 تا روستای هدف تو برنامه چهارم مورد در اصول کار قرار میگیره. در برنامه پنجم به حدود 1100 تا در قانون برنامه میرسه که تقریبا هم همین حدود هست و به همین میزان هم ما عملا بحث مناطق نمونه گردشگری داریم که خیلی از اونها عملا توی فضاهای روستایی وجود دارن. میخوام تکمیل بکنم، به طور شاخص و ویژه برنامه ششم به نسبت برنامه های دیگه به شکل تفصیلی تری به ضرورت اهمیت توسعه گردشگری در کشور پرداخته که اگر مواد مختلفش رو نگاه بکنیم در چارچوب این مواد به توسعه محصول گردشگری، توسعه بازار، سیستم های اطلاع رسانی و تبلیغات، استفاده از همه ظرفیت های کشور در نواحی کوهستانی، ساحلی و غیره بهش پرداخته میشه. سازمان میراث رو مکلف میکنه که سند راهبردی توسعه گردشگری رو داشته باشه و مباحث دیگه. بعد از انقلاب دو تا اتفاق مهم افتاده تو حوزه نظام برنامه توسعه گردشگری. یکی که بین سالهای 78 تا 80 ما برنامه ملی گردشگری رو داشتیم که با کمک سازمان جهانی گردشگری تدوین شد و مشارکت کارشناسان داخلی. این برنامه با همه قوت و کاستی‌هاش تدوین شد ولی زمینه لازم رو برای تصویب و اجرا پیدا نکرد و با کش و قوس‌های همراه شد که برنامه ششم تعیین تکلیف کرد برای سازمان میراث که الان بحث وزارت میراث گردشگری هست این برنامه راهبردی رو داشته باشه. پایان هر زمینه که در چارچوب سند راهبردی توسعه گردشگری که همین تیر ماه توسط هیئت دولت ابلاغ شده و قرار هست در چارچوب این سند برنامه اقدام ملی توسعه گردشگری با همکاری سازمان جهانی گردشگری در واقع بازنگری بشه و در مرحله بعد استانها هم برنامه جامع گردشگریشون رو در پیش بگیرن، به پنج حوزه مهم سیاستگذاری یا هفت حوزه اصلی اشاره میکنه که این هفت حوزه اصلی در واقع راهبردهای استراتژیک این سند تلقی میشن: توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساختها، توسعه تحصیلات و خدمات، توسعه منابع و جاذبه‌ها، توسعه منابع انسانی، توسعه برنامه‌های بازاریابی. هفت راهبردی که در چارچوب این سند مورد توجه قرار گرفته. این هفت راهبرد مجموعه از سیاست‌های اجرایی رو دارند که نهایتاً 20 تا در واقع زمینه اسنادی و نهادی براش فراهم شده که احکام تلقی شدن که بخش‌ها و دستگاه‌هایی که قرار هست این حوزه‌ها رو هدف قرار بدن با همکاری همدیگه مورد اشاره قرار گرفت. هدف‌ها و راهبردهای خوبی در این سند دیده میشه، از جمله این که به عنوان مثال الگوی توسعه در حوزه راهبرد توسعه مدیریت گردشگری، الگوی توسعه گردشگری جامعه محور به صورت درون‌زا با تاکید بر توانمندسازی جوامع محلی به عنوان یک سیاست اجرایی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به در واقع عبارت این سیاست میشه گفتش که زمینه و محمل اجرایی اون فضای روستایی کشور است، ولی با وجود این نقطه قوتی که تو این سند هست وقتی که به احکامش نگاه میکنیم، چون احکام در واقع نوعی ظرفیت سازی به شمار میاد، به گمان من توی این احکام جامعه روستایی فراموش شدن، چون اشاره کردیم که یه حوزه به شدت بین فعالیتی و بین بخشیه و همین الان بخشی از چالشه ما اینه که زمانی میتونیم از گردشگری روستایی صحبت کنیم که گردشگری مبتنی بر اجتماعات اصطلاح هم باشه، کامیتی بیس توریسم، چون اونه که جریان ایجاد میکنه و منافع همه مردم رو میتونه درگیر بکنه و تضمین بکنه. خب به گمان من با وجود قوتی که در این سند وجود داره تو حوزه احکام این چالش به گمان من هنوز خوب بهش پرداخته نشده. بله
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی کامل مفصل با توجه اینکه حالا ما وقت زیادی نداریم، در حد 7 دقیقه یا 8 دقیقه. من خیلی نمیخوام بپرسم چون شاید شما مواردی داشته باشید که برای شما مهم است که اونا رو مطرح کنید. اگر مواردی دارید که باید در این بحث مطرح بشه بفرمایید. من اگر بخوام نکته تکمیلی رو اشاره بکنم، خب ما همینطور که لابلای صحبت ها و گفتمانمون در فرانسه اشاره کردیم که ما در حوزه سیاست گذاری به شکل عامش در چارچوب برنامه های توسعه کشور، برنامه های میان مدت و بلند مدت مثل برنامه های 5 ساله، مثل چشمانداز سند 4 دست F4 و خیلی از این اسناد اسناد بالادستی و فرادستی، طرح ملی آمایش سرزمین و همینطور برنامه پایه آمایش سرزمین استانها، همه اینها اسناد بالادستی هستند که در هر یک از اینها که ورود پیدا بکنیم، به ویژه بعد از انقلابات 1-2 دهه اخیر به مقوله گردشگری پرداختن. اما آنچه که مهمه اینه که چرا ما میگیم که با وجودی که کم و زیاد با همه قوت‌ها و کاستی‌های این سیاست‌ها وجود دارن، چرا آنچنان که باید شاید نتیجه نمیگیریم از این سیاست ها. نتیجه نمیگیریم. به گمان من باید از 3 حوزه به موضوع نگاه بکنیم. سیاست گذاری در واقع یک زمینه طلبه که یک ظرفیت سیاسی منسجم داشته باشیم. معنیش اینه که این ظرفیت سیاسی منسجم در سطح حاکمیت و در سطح دولت این باور رسیدیم که گردشگری میتونه یک استراتژی باشه برای توسعه اقتصادی ملی و سرزمینی. خیلی ها در قالب فرد و در قالب یک مقام این رو باور دارن، ولی وقتی که اینها کنار هم جمع میشن به نظر میاد که ما هنوز این حوزه در دغدغه داریم. پس یه جورایی هنوز کسانی که زینف هستن توی این حوزه وقتی که به بالا نگاه میکنن شاید خودشون رو بلا تکلیف بدونن، علارغمی که ما میدونیم که به لحاظ قانونی اسنادی که وجود دارن از بالاترین سطح که در واقع ممیات مقام معظم رهبری هست و دولت و حالا بخش دیگه، لابلات همه این فراسا و گریس ها رو میبینیم، ولی هنوز اون ظرفیت سیاسی لازمه رو به عنوان یک بستر یک پارچه برای پیشبرد سیاست های توسعه گردشگری نداریم. بخش دوم ظرفیت تحلیلی خود سیستم و نظام سیاست گذاری. به عنوان مثال ما در سند 4-4 داریم که اتفاقا خیلی خوب به گردشگری پرداخته شده. اون حوزه مثلا در 4-4 ما باید خیلی از بخش‌های کشور اول منطقه باشیم و برای گردشگریمون 20 میلیون گردشگر داشته باشیم. مثلا حدود 20 میلیارد درآمد این بخش داشته. خب ما الان کشورهای رقیبمون هنوز ما 10 سال زمان داریم، نزدیک 30 میلیون گردشگر دارن. و با این چشم‌انداز اساساً شاید به این افق نرسیم. این نشون میده که اون ظرفیت تحلیلی لازم برای در واقع ارزیابی دقیق از چالش‌ها و فرصت‌ها، عوامل پیشبرنده و بازدارنده و آینده پیشرو وجود نداشته برای اینکه ما در واقع به یک بستر مناسب برسیم. بخش سومش ظرفیت عملیاتی سیاست‌گذاری. ما در اسنادی که نگاه می‌کنیم همه در واقع روی کارت‌ها و هدف‌گذاری‌های خوب انجام شده، ولی اینکه چگونه سیاست بخواد پیاده بشه بحثی دیگه نشده. از اونجایی که نظام برنامه‌ریزی ما به صورت متمرکز و بخشی عمل می‌کنه، وقتی که سیاست میاد بعد بخشی و بین بخشی و فضایی پیدا می‌کنه، باید اون ظرفیت لازم برای اجراش رو فراهم بکنه. به گمان من ظرفیت عملیاتی و اجرایی سیاست‌گذاری باید به شکل همزمان و توأمان 3 سطح رو پوشش بده. سطح فردی، ذینفعانی که به صورت فرد و کارآفرین و بیزینسمن و فعال در صنعت گردشگری و در صحنه عمل حضور دارن. نیروهای پیشران در سطح فردی رو باید فعال بکنه. نیروهای پیشران و تاثیرگذار در سطح سازمانی و نهادی رو باید فعال بکنه. منظور من سازمانی و نهادی، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و فعال این حوزه به اضافه سازمان‌های رسمی. و سطح کلان محیطی است که قرار هست اون هنجارها، ارزش‌ها، قوانین و مقررات توسعه‌ای رو به عنوان زیرساخت برای پیشبرد این حوزه فراهم کنه. پس این که چرا عملاً اتفاقای خوب نیفتاده با همه تلاش‌ها و زحماتی که
صورت گرفته باید از این سه تا زاویه به موضوع نگاه کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه هم دعوت ما رو پذیرفتید، هم با بحث دقیق و جالبی که داشتید. برای من که خیلی آموزنده بود، قطعا برای بینندگان ما هم آموزنده بود. و من این خبرم بدم که مجموعه این نشست هایی که داشتیم و نشست هایی که در آینده خواهیم داشت، همه اینا بعدا ویراستاری میشه، مکتوب میشه و در خدمت خود در واقع مهمانان عزیز ویراستاری میشه، نهایتا در قالب کتاب مانندی چاپ میشه به مناسبت امسال و با عنوان گردشگری و توسعه روستایی در خدمتتون خواهیم بود. برای بحث امشب ما اگر دوستان سوالی دارن یا یادداشتی دارن، حتما توی دایرکت این به اصطلاح خانه اندیشمندان مطرح بکنن، باز ما با همکاری مهمانان عزیزمون میتونیم پاسخهای مناسب اینها رو بدیم و یا از یادداشت‌های اینا هم استفاده بکنیم. چون وقت ما تمومه، فقط 2 دقیقه داریم، من فقط میخوام که تشکر بکنم هم از شما هم از مهمانان قبلی که در برنامه خودمون داشتیم، آقای دکتر رضوانی، آقای دکتر سجاستی و آقای دکتر جهانیان، و یه تشکری هم داشته باشم از آقای دکتر تالشی، مدیر گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی، و آقای دکتر افراخته، دبیر انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، و از بینندگان و مشارکت کنندگان خوبمون در این مجموعه لایف ها یا نشست ها هم تشکر بکنم که علاقمند بودن، با حوصله بحث ها رو گوش کردن، پیگیری کردن، و از همشون سپاسگزارم. انشالله تونسته باشیم اندکی به اون چی که دنبالش بودن بهش رسیده باشن و برای اینا مفید بشه باشه. از شما واقعا سپاسگزارم. بازم اگه نکته آخر یا حرف آخری هست بفرمایید، اگر نه از همه دوستانم خداحافظی میکنیم. من اجازه دارم در حد 2-3 دقیقه مباحثمو تکمیل کنم. حالا ممکنه این سوال برای دوستان مطرح بشه که خب ملاحظات شما چیه؟ اگر که قرار هست سیاست‌ها به شکل بهتری جهت‌گیری بشن، چه ملاحظاتی باید داشته باشیم؟ من در حد 2-3 دقیقه این عرض من داشته اگه باشم که آخر بشه. آره خوبه. آره میترسم که قطع بشه به خود بخود. آره آره. همینطوری که اشاره کردم. بفرمایید. بله بله حتما تیتوار. درجه اول یک نظام سیاست گذاری به شکل مطلوبش باید اورلپ و همپوشانی مناسبی در حوزه مبانی اندیشه‌ای، مبانی متدولوژیک و روش شناسی برای چگونگی اجرا و نتایج رو دستاورد. یعنی این 3 تا حوزه باید دقیقا همدیگر رو تکمیل بکنه. در این چارچوب میشه برخی از ملاحظات رو مطرح کرد. جهت‌گیری سیاست‌های کلان برای توسعه به طور مشخص برای توسعه گردشگری روستایی به عنوان یک جریان و الگو، نه صرفا در حد کارآفرینی فردی. سیاست‌های تشویقی حمایتی که میتونه کمک بکنه به پیشبرد توسعه گردشگری روستایی. باید تمرکز بکنیم یه تلفیق بهینه حمایت‌های بیرونی و استفاده از ظرفیت‌های درونی. این برای گردشگری روستایی خیلی مهمه. حمایت از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و اجتماعات پایه برای اینکه این جریان بخواد شکل بگیره. سازوکارهای قانونی و حمایتی که میتونه تحصیل کننده باشن، سرمایه گذاری توی این حوزه، کمک‌های فنی، اطلاعاتی و علمی، تمرکز بر نیاز تقاضا، این خیلی مهمه. در آینده ما صرفا از بعد عرضه نمیتونیم به گردشگری نگاه کنیم. استانداردها و دارایی‌های برند اجتماعات، این هم باز مهمه. متأسفانه با اقدامات که تو حوزه اقامتگاه بومگردی داره شکل میگیره، ما میبینیم که دارن خیلی وقت این فعالیت‌ها تکرار میشن. شبکه کاری از فرصت‌ها و ابتکارات و خلاقیت‌ها و نوآوری‌های گردشگری روستایی تا اینها متشکل نشن نمیتونن توانای خودشون رو در مقیاس بزرگتر عرضه بکنن. توجه به رویدادهای در واقع تیپ و شاخص گردشگری روستایی، تمرکز بر آموزش مهارت کارآفرینان و رهبران محلی، بومی‌سازی مدل‌های کسب و کاری که تو کشور شکل گرفتن. ما یه وقتی میگیم بومی‌سازی کسب الگوهای کسب و کار، ما میخوام میگه مدل های بومی که شکل گرفتن، کارآفرین های بومی که حضور دارن و مدل های بومی که شکل گرفتن، اینها رو شناسایی کنیم و ترویجش بکنیم. نه 300 تا یا 1000 تا روستای هدف، پایلوت ها رو مشخص بکنیم، از اونها شروع کنیم. دستورالعمل هایی که میتونه کمک بکنه به توسعه صنعت سبز، اتحاد استراتژیک میان همه زینفان، شیر کردن تجربیاتمون در جوامع بین‌المللی، درس گرفتن از تجارب اونها و تمرکز بر شرایط یا بحران‌هایی که
پدید میاد مثل به طور شاخص بحران کرونا و در واقع پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که میتونه زمینه‌ساز توسعه از این فرصت‌ها و فضاها در عرصه سرزمین باشه، که خب گردشگری روستایی یکی از این قابلیت‌های بالقوه و بالفعل که در این شرایط به نسبت جاهای دیگه میتونه به خوبی رقابت کنه. با اجازهتون تشکر بکنم از مجدد از جناب علی، از اندرکاران در خانه اندیشمندان و انجمن توسعه برنامه‌ریزی روستایی و همه حضوری که حوصله به خرج دادن و به عرایض من گوش دادن. امیدوارم که اثربخش بوده باشه. حتما استفاده کردیم. من میدونم بحث خیلی زیاده ولی فرصتمون کم بود، انشالله در فرصتهای دیگر باز در خدمتتون خواهیم. خدا حافظ شما و همه بینندگان. ممنون، همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما. قربان شما. خدا حافظ. خدا نگهدار.